محمود عرابي من سكان مدينة حمص المحتلة من قبل كتائب الأسد بعد أن سحب منها الجيش السوري. من محمود عرابي از شهر حمص هستم که همکنون توسط گردانهای بشار اسد اشغال شده است. بعد از عقب نشینی نیروهای ارتش آزادی سوریه، گردانهای اسد وارد بابا عمر، سلطانیه و جوبار شدند و شروع به اذیت و آزار و قتل عام، اعدام و تیرباران جمعی از شهروندان کردند. آنها به محض ورود به منطقه بابا عمر اقدام به اعدام شهروندان عادی و بیپناهی کردند که در خانه‌های خود مانده بودند. در اولین روزی که وارد بابا عمر شدند دست به یک جنایت وحشیانه زدند و بیش از 20 نفر از اعضای یک خانواده را قتل عام کردند. به این ترتیب که همگی آنها را جمع کرده و به رگبار بستند و همه را به قتل رساندند. دو روز پیش روز سوم مارس یک جنایت هولناک دیگر در محله سلطانیه مرتکب شدند و 15 تن از اعضای سه خانواده را به قتل رساندند. وضعیت فعلی حمص از این قرار است که خدمتتان عرض کردم. 15 شخصا من ثلاثه عوائل فقط. الاوضاع هكذا في حمص. بله، شما وضعیت محله بابا عمر، سلطانیه و جوبار رو گفتید. وضعیت در سایر مناطق این شهر به چه صورته؟ هناك تخوف كبير في كل من احياء القصير وحي الخالديه. در حال حاضر وضعیت مناطق الخزیر، محله خالدیه و البیازه به شدت نگران کننده است. نگرانی از این است که همان صحنه های بابا عمر در این محله ها هم تکرار شود. نیروهای امنیتی از مناطق مورد اشاره بیرون کشیدند و تانک ها و موشک انداز ها در اطراف این مناطق جمع شده و هدف گیری کردند. بعد از استان ادلب هم خبرهایی به گوشمون رسیده. میخواستم اینم وضعیت در این استان به چه صورت است؟ آیا همین حملات اونجا هم هست؟ ادلب در حال حاضر استانی است که حدود 90% آن از کنترل رژیم سوریه خارج شده و رژیم در حال حاضر فقط روی قسمت مرکزی شهر ادلب کنترل دارد. رژیم در ادلب دست به جنایت‌های بزرگی زده و تمامی کسانی را که حدس می‌زد قصد جدا شدن از ارتش دولتی را دارند اعدام کرده. جنایت دیگرش این است که تمامی نیروهای ارتش را جمع کرده و در درگیری با ارتش آزادی سوریه از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. ايضا تقوم بارتكاب مجازر كبيره هناك ولكن تلك المجازر هي بحق الجيش السوري نفسه فهي تقوم باعدام كافه العناصر الذين يحاولون الانشقاق كما انها تقوم بتجميع عناصر الجيش ويستخدمونهم كدروع بشريه لكي. بله، سوال بعدیمون اینه که ارتش آزادی در حال حاضر در کدوم مناطق مستقره؟ الجيش السوري الحر اكثر منطقه لتواجده وامن منطقه له الان هي بیشترین تجمع ارتش آزادی سوریه در استان ادلب است، زیرا ادلب امترین منطقه برای آنهاست. این منطقه نزدیک مرز ترکیه است. در حمص نیز وضعیت ارتش آزادی خوب است. گردان فاروق از محله بابا ام عقب نشینی کرده، اما این عقب نشینی آنها تاکتیکی است و در حال حاضر در حال سازماندهی مجدد و کسب آمادگی هستند. ما بر این باور هستیم که گردان فاروق کنترل کامل شهر حمص را به دست خواهد گرفت. این گردان در حال حاضر در شهرهای مختلف سوریه گسترش دارد، از جمله در مناطقی مثل ادلب، حما، ریف دمشق و شهر حمص. ارتش آزادی در حال حاضر به خاطر عملی نشدن قولهایی که فرانسه، انگلستان و ترکیه دادن ناراضی است. حرف ما به اردوغان این است که شما وعده داده بودید که دیگر اجازه نمی دهید کشتارهای حمص و حما تکرار شود. حالا این قتل عام ها در حمص و حما و ریف دمشق و ادلب تکرار شده. همینجا یادآوری کنم که گردان فاروق برای بیرون کشیدن روزنامه نگاران خارجی 5 تن از نیروهایش را از دست داد. یکی از این روزنامه نگاران فرانسوی بود. قولهای سارکوزی برای حمایت از ارتش آزادی سوریه چه شد؟ ما 5 تن از نیروهایمان را برای خارج کردن این دو روزنامه نگار از دست دادیم و آنها را با مسئولیت خودمان به لبنان رساندیم. حرف خشک و خالی کمکی به ارتش آزادی سوریه نمی کند. ما حرف نمی خواهیم، ما عمل می خواهیم. ارتش آزادی سوریه به حمایت نیاز دارد. نذكر بان كتيبه الفاروق ضحت بخمسه من عناصرها من اجل اجلاء الصحفيين. احد الصحفيين كان فرنسيا. اين وعود ساركوزي للجيش السوري للحر بالدعم؟ ها نحن قدمنا خمسه شهداء من اجل اجلاء صحفيين اثنين وجعلنا ايصالهم الى المان على عاتقنا. نحن الكلام لم يعد يجدي نفعا مع الجيش السوري الحر. خب، سال بعدی این هستش که نقش رژیم ایران در حملات کنونی ارتش بشار اسد به چه ترتیبیه؟ دور الايراني واضح في قمع الاحتجاجات في سوريا.
قامت كتيبة الفاروق باعتقال سبعة عناصر تابعين للحرس الثوري الإيراني. نقش إيران در سرکوب اعتراضها در سوریه روشن است. گردان فاروق 7 نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران را دستگیر کرد که به طور خیلی روشن در مقابل دوربین ها قرار گرفتند و این دخالت ها از مدت ها پیش هم وجود دارد. آنها در مقابل دوربین ها اعترافات کاملی کردند. در ادلب هم بیش از 11 نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران دستگیر شدند که با میانجیگری ترکیه آزاد گردیدند. بر طبق اطلاعاتی که به ارتش آزادی سوریه رسیده، قاسم سلیمانی که یکی از سرکردگان سپاه پاسداران ایران است، در حال حاضر در دمشق حضور دارد و عملیات سرکوب و حمله را اداره می کند. بله، آخرین سوالمون در مورد روحیات مردم هست، خصوصا خانواده شهدا. می دونیم که در سراسر سوریه به ویژه در حمص و باب امر خانواده هایی هستند که چند تن از عزیزانشون را از دست دادند. روحیات پدران و مادران فرزند از دست داده یا فرزندایی که پدر و مادرشون رو از دست دادن به چه ترتیب هست؟ نعم، معنویات ذوی الشهداء مرتفعه تماما. نحن عندما نبكي على روحیه خانواده شهدا خیلی عالی است. ما وقتی برای یک شهید گریه میکنیم به این دلیل است که نفری را دوستش میداریم و او را از دست داده ایم و از ما جدا شده، اما یقین داریم که جایگاهش در بهشت است. روحیه خانواده شهدا خیلی عالی است. مردم سوریه آماده اند که پشت سر هم شهید بدهند تا به آزادی برسند و پیروزی را محقق کنند. شهید دادن باعث عقب نشینی ما نمی شود. حمله قتل و سرکوب جلوی ما را نمی گیرد. شمار شهیدان ما تا کنون از 10,000 نفر هم فراتر رفته. حتی اگر 100,000 تن را هم بکشند، انقلاب ما ادامه دارد. ما ادامه می دهیم و نبرد تا سرنگونی رژیم مزدور سوریه ادامه دارد. لن يعني يجعلنا نتراجع لا البطش ولا القتل ولا القمع. وحتى الان عدد شهداء سوريا اكثر من 10,000، حتى ولو قتل اكثر من 100,000 فان الثوره مستمره والنضال مستمر حتى اسقاط. وايضا وجه تحيه الى الاخوه في مخيم اشرف الذين يواجهون نفس العدو الذي نواجهه نحن. در پایان به برادران و خواهرانمان در اشرف درود میفرستم. آنها در مقابل همان دشمنی که ما ایستاده ایم ایستادند. مردم قهرمان سوریه رو در روی رژیم سوریه و رژیم آخوندیه حاکم بر ایران ایستادند. در اشرف نیز مجاهدین رو در روی رژیم ستیزجوی ایران ایستادند و اکنون رژیم سوریه و ایران دو روی یک سکه هستند، چون هر دو مردم خود را میکشند و به جنگ با مردم برخواستند.